در ادامه بازداشت ها در ولایت دایکندی، این بار منابع از ولسوالی پاتوی این ولایت خبر داده است که نه نفر از ساکنان این ولسوالی توسط حکومت طالبان بازداشت شدند. منابع از این ولسوالی گفته است که این افراد به خاطر که با ظاهرخان فرد نزدیک به طالبان دعوای حقوقی دارند بازداشت شدند. به گفته منابع بازداشت شدهها ساکنان منطقه ورک هستند که سال گذشته با سقوط حکومت قبلی مجبور به کچ شده بودند اما پس از هفت ماه بر اساس حکم ملهه حیبت الله آخنزاده دوباره به خانه هایشان برگشته بودند منابع از این ولسوالی خبر داده است که این ماجرا تا هنوز پایان نیافته است و طی دو هفته اخیر بیش از نه نفر از باشندگان روستای ورک از سوی ظاهرخان تیموری با همکاری طالبان بازداشت شده و به ولسوالی گیزا به ارزگان انتقال داده شدهاند یکی از باشندگان محل که خواست هویتش محفوظ بماند گفت مردم روستاهای ورک نوآباد و تگابدار با ظاهرخان تیموری دعوای حقوقی بر سر زمین دارند و این فرد به دلیل اینکه روابط نزدیک با طالبان دارد مردم روستاهای یاد شده را همواره مورد توهین و تحقیر قرار می دهد به گفته این باشنده این محل یک سال است که دعوای حقوقی بر سر زمین میان ساکنان سیروستا و ظاهر خان در محکمه ابتدایی طالبان در ولسوالی گیزاب جریان دارد اما تا اکنون هیچ پیشرفتی نداشته است یکی دیگر از باشنده های این وروستا گفت که ظاهرخان با همکاری نیروهای محلی طالبان تای هفته قبل سه نفر به اسامی سید مبارک، سید مهدی و نبی را شب هنگام از خانه هایشان بازداشت نموده و به گیزاب انتقال داده است. همچنین دو روز قبل نیز طالبان به منطقه ورک هجوم برده و چندین نفر را بازداشت و به گیزاب انتقال دادند. سید ابراهیم، مبین، سید نبی ولد سید اکبر، سید ظاهر، سید داوود و سید امیر از جمله افرادی هستند که دو روز قبل بازداشت شدن و تا اکنون از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نمی باشد. باشنده های محل مدعی است که ظاهر خان به دلیل اینکه روابط نزدیک با طالبان دارد می خواهد به زور از مردم اعتراف گرفته و آنان را مجبور به کج از روستای ورک کند. به گفته باشنده های ولایت دایکندی در هفته های اخیر نیروهای مسلح حکومت طالبان نیز در اکثر از ولسوالی های ولایت دایکندی افزایش یافته است. در یک هفته اخیر شاهد لشکرکشی بازداشت و جان باختن نزدیک به سی تن از باشنده های این ولایت هستیم. شماری از تحلیلگران مدعی است که بعد از آنکه سرور دانش معاون ریاست جمهوری حکومت قبلی از آغاز فعالیت یک حزب جدید در خارج از کشور خبر داده است، قیدگیری ها و افزایش نیروهای مسلح طالبان در اکثری از ولسوال های ولایت دایکندی به خصوص در اشتلای زادگاه و افزایش یافته است. اما حکومت طالبان افرادی را که در روستای سیوک شیبر در اثر حمله آنان جان باخته بود یاغی خوانده و گفته است این افراد مسلح غیر مسئول بودند اما باشنده های محل میگویند همه افراد کشته شده افراد ملکی بوده که در میان آنان سه کودک و یک خانم نیز شامل هستند